شمار زیاده از افغان ها سال گذشته افغانستان را ترک کردن به قصد اروپا که جمع از اونا تعداد زیاد زنها و اطفال شامل بود. آیا شما با اونا همدردی دارین با این زنها؟ معلوم دار. چی فکر میکنین؟ این آسان نیست. ما بسیار خفه هستم، بسیار دل ما میسوزه برایشون. دل ما میسوزه هم از خاطر که اونا به منفع خود کار نکردن. نمیفهمم که کی اونا را قناعت دادن که البته اگر می رفتن اروپا یک زندگی خوب تر پیدا میکنن. شما علی میفهمی میدیدیم که در چی رقم جنجال هستند. خانم غنی، تردیدهای در مورد بقای حکومت موجود است که آیا بقا میکنه یعنی؟ آیا شما نگران از این هستین که دستاوردهای زنا ممکن است از بین برن؟ اولا ما امی تردیدات هیچ چیز نمیکنم، هیچ قبول نمیکنم. امی حکومت بسیار کار کرد و بسیار پیش رفت و فکر میکنم که مردم افغانستان که همونجا زندگی میکنن بسیار خوش هستن و میخوان که حکومت دوام داشته باشن. اونا که علی میبینن که توانشان و که فرصت های استفاده از حکومت از بین رفته برایشان، اونا بسیار ورخطا هستن و از ورخطاگی همی آواز مندازن که این حکومت خلاص میشه، این نمیباشه، این حکومت ایچ چیز نکرده. ولی بالعکس حکومت زیاد کرد و مردم که همونجا زندگی میکنن میفهمن. زنای افغان نگران هستند که میگن در پروسه های سال با طالبان و یا حزب اسلامی اینا به شکل مستقیم شامل نیستند. آیا نگرانی از اینا به جای است؟ و آیا شما من حیث بانوی اول افغانستان پروسه صلح را که زنا در او شامل نباشه قبول داریم؟ معینیت مجلس عالی صلح خانم استک، خانم سرابی که ولی بامیان بود و علی ای بعد از آقای خلیلی او نمبر تو در های کمیشن آف پیس، معنیش که هر جایی که مذاکرات می باشه خودش می باشه. یک خانم دیگر به نام حسینه صافی که او رئیس شبکه زنان افغان AWM هم عضویت دارد. اینمی چیز خانمای افغان حاضر هستن و آوازشان شنیده میشه. قضیه فرخوندک یک قضیه داخل افغانستان نماند، جهانی شد به هدایت یا حکم رئیس جمهور غنی دوباره روی دست گرفته شد. شما هم از تصمیم ستر محکمه راضی نبودین. چه قسم میخواین که این قضیه پایان پیدا کنه؟ سر کنین امی حادثه وحشتناک، بسیار بسیار هیچ کس نمیتونه این حادثه قبول کنه. تا این حادثه ثبت شد، امی چندین نفر تلفن داشتن و این را ثبت کردن. مردم که این حادثه را آوردن اونا بسیار واضح کی هستن، منتها فرار گرفتن. اونا باید جرمشان باید یک جزا ببینن. از او خاطر بسیار واضح هست که قرار ستر محکمه در اول این نتانستان کلگی را چی کنن، ولی من نمیفهمم که چرا چندین نفر مخفی کنن. ای باید فکر میکنم که هر یکی از همه اتانان ما همین طور فکر میکنم یک تکی یک جریمه میکنیم، باید یک جزا ببینیم. بله. آیا شما کدام دی گفتنی دیگه دارین برای چیزی که میخواییم سر صحبت کنین؟ بله، تا حالا نگفتین. میخوام تنا بگویم که دنمی یک و نیم سال که ما زیادتر امرای خانمای افغانستان تماس گرفتم، یک بسیار برایشون بسیار احترام دارم از خاطر که در وقت مشکلات و در وقت سختی اونا
هنوز کار کردن، زحمت کشیدن، فامیلایشون یک جایی چی کردن، نگاه کردن، اولادایشون تربیت کردن. ما سر ما بلند میکنن وقتی که ما بیرون میرم و که با نام خانمای افغان گپ میزنم. ما میگم ایشون خانمای افغان، خانمای قوی هستن، خانمای زحمتکش هستن و ما باید افتخار داشته باشیم از خانمای ما. بعضی اوقات معلوم میشه که شما احساساتی میشین وقتی که میبینین اینا را حالت شده. بله معلوم دارم، ما خانم هستم، میفهمم اونا دردشون، دردشون میفهمم. یک جان بشکر زنده باشیم.